بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یکی از بیانات علمای اخلاق را برای شما میخوانم و بعد یک تذکرات مهمی به شما خواهم داد که هم برای ابناء نوع خودم یعنی همکارای خودم لازم است و هم برای شما. و بالجمله فلازم ان یراقب قلبه حتی یکون حیاً بذکر الله و الحضور بین یدی بما یرضا من مراسم العبودیه. باید در مقام مراقبه باشد، قلب را زنده نگه بدارد. مرحوم حاج میس جواد آقا رضوان الله تبارک و تعالی علیه می فرمایند غرض از احیا گرفتن برای این است که قلب شما متوجه ذکر پروردگار باشه، قلبن متذکر باشه. اگر قلبن شما در مقام مراقبه نباشید، مثل که یک کسی با یک کسی صحبت میکنه اما هی این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه، خب این بده. آقا جون باید قلبن شما متوجه پروردگار باشید. فإن المقصود من احیاء اللیالی چیه؟ احیاء قلب است و حیات قلب، زندگی قلب منوط به ذکر است و فکر. و القلب الغافل کالمیت، به درد نمیخوره. چون اشخاصی هستند که بلند میشن برای تهجد، متهجدم، اما تمام صفحه دل و صفحه فکرشون مشغول است. اینها دورن. خب در یه مرتبه انزلی پروردگار اینا رو بیدار کرده است. حالا میفرماید والمشغول به غیر رضا الله من المکروهات ادون من المیت، یعنی محرمات که جای خود داره، به مکروهات هم اگر مشغول باشد این قلبش غافل است. و بعد خوب ایشان مجتهد بوده که بابا جان هم مجتهد در علم اخلاق بوده، هم مجتهد در تفریعیات بوده. ایشون می‌فرمایند اگر کسی اعمال محرم از اون سر بزند ممکن است به سوء خاتمه مبتلا بشه. حالا من براتون سوء خاتمه رو باز متذکر میشم. یه صلوات بفرستین. آمین. تمام علمای اخلاق نوعاً این سبب اسباب سوء خاتمه رو ذکر کردم. یکی این که من با این که استعداد فوق‌العاده ندارم برم تو فلسفه، مثلا اول کتابی که میخواد شروع بشه یا الله هدایه میبودی مثلا العیاذ بالله که ذکرش هم غلطه، بحثش هم غلطه، آیا خدا علم به جزئیات داره یا نداره؟ العیاذ بالله. اون وقت طرفین ادله اعمال میکنن، این قلبن متقاعد نمیشه. اگر همین وقت بمیرد یکی از علل سوء خاتمه است، یعنی اهل جهنم است، چون نمیدونه، مبهوت شد که آیا خدا علم به جزئیات داره. و حال این که آقا اصلا تمام ما، قلب ما، ظاهر ما، باطن ما در حضور و محضر پروردگار است. ابن رسول الله انه علیم بذات صدور، یعنی که یعنی همین فکری که کردی پروردگار میداند. خب این نرسیده، قایت به تحصیل قایت نرسیده است. آقا مخینه شروع میکنه اینست که بنده که قوم فلسفه شروع کردم
نباید در این درس مشغول بشن، اینها آمدن این درس رو تعطیل کن. بنده تعطیل کردم این درس، دیدم من جلوی این آقایون رو نمیتونم بگیرم، ایشون باید فرمود تعطیل کن. اول اینکه اینا گمراه میشن، اون وقت موت که شیطان حاضر است هی الغای شبه میکنه، الغای شبه میکنه. بکنید مثلا یه دعایی من برای رفقا خوندم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بفرستید. اللهم ان رسولك الصادق المصدق صلواتك که علیه و آله قال انك قول ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی که خب عجب، مگه خدام تردد داره؟ آقا این هی در این عقاید وارد میشه، مایه هم نداره که تردد غر از چیه. اون وقت هیچی میگه پس معلوم میشه با همین عقیده از دنیا خارج میشه، علامت سوء خاتمه است، یعنی ملحق به فساق میشه. اصلا این است که باید در حوزه علمیه یک مردمان و یک رجال و یک آقایانی که استعدادن امتحان دادن که اینها باید تحصیل بکنن و رفع شبهات بکنن، اینها یه تعداد معینی هستن، هر کس که نباید خودش رو جز اون قضایا قرار بده، مگر این که خیر انسان از راه حکمت عملی و علب استقامو علت طریقه لسقیناهم، یعنی قلب‌های شما را اشراب ایمان می‌کنه. مخ در ذمه اینا رو می‌خونه. خب پس یکی از علل سوء خاتمه وارد شدن در این علوم است بدون اینکه انسان کسب اجازه بکنه. نه من می‌خوام فلسفه بخونم، حالا دلم می‌خواد فلسفه بخونم، حالا بیا و ببین چه خبره آقا، علم خدا به اشیا چجوری اینا دخالت کردن، علم بعد الیجاد قبل الیجاد همش بر. خدا رحمت کنه آقای آمولی رو، بعد از اون آخر شرح منظومه عرض می کند بار الها من اینا رو گفتم اما هیچ کدوم اعتقاد بهش نداشتم، من همون اعتقاد به فرمایش صادق مصدق قال الصادق قال الباقر. بابا جون وقتی که از راه حکمت عملی وارد شدی، یعنی عمل کردی به فرامین اسلام، خدا خودش رو می نمایاند به شما. اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الیقین، یقین شما پیدا می کنید به حضرت صانع و صفاتش و افعالش. یکی دیگه که قابل ذکر است و از علل سوء خاتمه است این است که انسان افکار بد در ذهنش جلوه بکنه و این مال همین جوان هاست. مثلا این کارت پستالا رو نگاه میکنه، شکل فلان زن مجسم میشه، فلان میشه، هی با خاطراتش معاشقه میکند. پناه میبرم به خدا. ببین داداشون محدث زاده هر وقت میرم بالا، خدا رحمتش کنه، این قضیه عینت طریق الهمام منجاب رو میخون. زن اومد گفتش که آقا، دید یه مردی در خونه وایساده، گفتش که آقا حمام منجاب کجاست؟ گفت همینجا، برو تو خونه. حالا این اخفال کرد این زن بیچاره رو، اما زن باچاره بود، اون میخواست کلا سر او بذاره و او کلا سر او گذاشت. گفت اینجا حمام منجابه. گفت بله. رفت تا رفت تو در بس در و بس
زن فوق‌العاده زرنگ بود. گفت خیلی خوب، هر کاری شما میگید میکنم، اما چیزی که هم من گرسنمه، یه قدری نانی، پنیری، فلانی، مخلفاتی برای ما تهیه کنید. از اونجایی که حب دنیا انسان رو کور و کر میکنه، این گفت خیلی خوب، یادش رفت در خونه رو ببنده، رفت برای تهیه کردن نون و پنیر. وقتی که نون و پنیر رو گرفت آمد، دید زنه نیست. اون وقت وقتی که مرد این خبیث، هر چی میگفتن بگو، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، میگفت این تاریخ اله امام من جادی، همون حرف زنه رو میزد، میگفت حمام منجاب کجاست؟ پس بناهن الهازا اولیاء خدا، چیزی که اولیاء خدا خائف بودن اینست که این خطورات ذهنیه باید خدا در اثر توجه به پروردگار، این خطورات ذهنیه و قلبیه باید از ذهن و قلب ما بره. اینم یکی از علل سوء خاتمه است که اگر خدای نکرده تمام افکاری که انسان در حال حیات، ببین آقا جون، شب وقتی میخوای بخوابی، تمام یه قدری هم که مزاج انسان ضعیف باشه، تمام افکار روز همون هنگام خواب جلوه‌گری میکند در فکر. حالا از رفقا که بپرسم همه تصدیق میکنم، همینطور هم انوم و اخول موتی دیگه، موت هم شباهت به این داره، تمام افکاری که العیاذ بالله بدی، زننده است، خلاف است، نارواست، در هنگام موت تجسم پیدا میکنه. اون وقت با توجه به این افکار جان می سپارم. اینم یکی از علل سوء خاتمه است. این است که من تذکر میدم به آقایانی که تحصیل میکنن، اگر بخواهن در خدا رحمت کنه آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه به اساتید فلسفه میگفتش که جاتون رو عوض کنید. مثلا امشب مسجد اشغالی درس میدادن، تا رندون میفهمیدن اینا میرفتن یه مسجد دیگه. قرض عرض نیست که اگر این یک علمی بود که باید هر کس بیاموزد، دیگه این محدودیت ها برای چیست؟ پس این برای این است که هر کس نباید وارد علم فلسفه بشه. آقا جونه یک عقاید مختلفه پیدا میشه، اون وقت اینا نمیدونه که کجا رو باید به کجا بزند. آقا یه صلوات بفرست. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. فعلا این طفل جان شما داره از شیر شیطان ارتزاق میکنه، این با ملائکه راه نداره. تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای، اگر چنونچه نه من از شیر شیطان دارم تغذی می کنم، پس چرا قلبم تاریک است؟ پس چرا قلبم تیره است؟ من این رقمی هستم آقا جون من. پس بناهن الهازا، یه روایت دیگه هم برات بخونم دادشون، باز یه صلوات بفرست. این روایت مال ابو حمزه سمالی از اصحاب خاص ابی عبدالله، این نماز شب رو بخوان دادش جون،
هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم بوی خوب پیدا میکنی، هم رزقت زیاد میشه، هم دویون شما قروش شما ادا میشود، هم هموم شما یعنی قصه های شما برطرف میشه، هم چشم شما باز میشود و جلا پیدا میکند. این نتیجه این عمل است. فرمود اگر چنونچه کسی دروغ بگوید یا عملا دروغ بگه، یک مراتبی از مرتبه های دروغ رو داشته باشد، از صلات لیل محروم میماند. حضرت فرمود و وقتی که محرومون از رزقش محروم میماند. باز دوباره عرض میکنم، قال علیکم به صلات لیل فإنها سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. اون وقت این پدر مادر جاهل میگه ننه جون نمیخوام نماز واجب تو بخونه، بخواب ننه جون نماز مستحبه، بخواب نماز واجب تو بخون، لاغر میشی. اما حضرت فرمود سنت پیغمبر شماست، مترلت و دا ان اجساد کن، بلکه دردها را دوا میکنه. چون حالا شبه میره که یعنی اون درد روحانی لابود نه درد جسمانی، حضرت میفرماید خیر، مترادت و دا ان اجساد کن، ان اجساد کن از بدنهای شما میبرد، حجابها را از قلب شما میبرد، شما را مقرب قرار میدهد. مخصوصا اون وقتی که جوان بلند شه پینکی میره، هی سرش از این طرف میره از این طرف میره، چونش پایین میره، پروردگار درهای آسمان رو باز میکند. آی ملائکه نگاه بکنید، انظروا الی عبدی، ببینید خداوند علی اعلی افتخار میکند، ببینید من یه چیزی رو به او واجب نکردم، ببین چی کار میکنه. من سه چیز به او مرحمت میکنم، یکی اینکه موفق به توبهش میکنم. نپرسیدی از من مسئله رو که من نمیتونم توبه بکنم، هرچی توبه میکنم میشکنم. خدا میفرماید توبه نسو، یعنی توبه قاطع بر این که او را موفق می کنم، گناهشم می آمرزم، یک رزق وسیعی هم نصیب او می کنم. پس انشاءالله تبارک و تعالی ما دو چیز از این درس نتیجه گرفتیم. آقایانی که می خوان در اصول عقاید وارد بشن، حکمت نظری عرض می شود وارد بشن، از اساتین فن اجازه بگیرن، اونا رو امتحان بکنن، ببینن استعداد داره نبود و خدا نکرده وارد این عقاید فلسفی بشن و گم بشن. خدا رحمت کنه آقای خونساری را. فرمودن بابا کسانی که منظومه میگن، اسوار میگن، اون کتب رو میگن، باید روایاتم برای اونها بخوانن، نباید اونها گم بشن. یکی دیگه افکار بد بود ای جوانها، که اگر چنون که خدا نکرده این افکار بد، فلان کارت پستال رو دیدم، فلان زن رو دیدم، فلان کار رو دیدم، اون وقت این افکار بد در ذهن شما مجسم بشه، این دیگه دستوردار از شما شیطان نیست،
و هنگام موت شما رو میندازن تو این جهنمیاد دشون. علامت سوء خاتمه است، علامت سوء خاتمه است. بپرهیزید از این فضایی ها.